ادامه اعتصاب کارکنان صنایع فولاد اهواز و اعتراضات رو به گسترش کارکنان طرح نیشکر هفت تپه. زمزمه استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت در مجلس شورای اسلامی به خاطر اظهارات او در مورد پولشویی در جمهوری اسلامی. یک مقام دیگر شیخ دولت شیخ پرزیدنت نیز به ادامه پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی اعتراف کرده است. ارتباط اقتصادی ایران و عراق یا بالعکس در پی تحریم‌های آمریکا، عراق طلب‌های ایران را به دینار عراقی پرداخت خواهد کرد. صادرات گاز روسیه از طریق ترکیه به اروپا و خبرهای دیگر. گامی تازه برای معالجه و درمان بیماری سرطان در انگلستان گفته شده است. همراه شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیشرو در تفسیر خبر. با سلام به شما از واشنگتن، یکی بعد از ظهر واشنگتن آفتابی. جمشید چالنگی هستم و در بخش پایانی برنامه تفسیر مرا خواهید شنید درباره آنچه که در ارتباط با پولشویی در ایران می‌گذرد و اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت فقیه. این خبر رو نیز داریم که بانک سوسیته ژنرال فرانسه به خاطر دور زدن تحریم‌های آمریکا در مورد کوبا و ایران به بیش از 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. همراه شما عزیزان خواهیم بود و در بخش نخست برنامه پس از اخبار با یک افسر بازنشسته ارتش ایران گفتگو خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر پس از گذری به خوزستان. اشاره کارکنان صنایع فولاد بود به آنچه که حکومت درباره معترضان میگوید. درباره کارکنان صنایع فولاد، طرح نیشکر هفت تپه، معلمان و حتی دراویش ایران، فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیست و بقیه که در زندان به سر میبرند و بسیاری از مردم ایران، میلیون‌ها تنی که در تظاهرات دیماه گذشته نیز به اعتراض در برابر حکومت برخواستند و به خیابان ها آمدند. از نظر حکومت اوباش تلقی می شود. چند میلیون تن از ایرانیان معترض. در بخش نخست مایل هستم چند خبر هست با شما عزیزان در میان بگذارم. دادستان شوش آمده و گفته که ما با کسانی که مانع به اصطلاح آرامش می شوند یا اخلال می کنند در آرامش مردم، منظور کارکنان صنایع فولاد هست و هفت تپه، در چند نقطه شهر باعث ترافیک شدند و باعث اخلال در آرامش مردم، گویی که کسانی که اعتراض میکنند مردمان نیستند. گفت با آنها قاطعانه برخورد میکنیم و تعدادی از این افراد بازداشت شدند. تعدادی هم بعد از بازداشت آزاد شدند، اما گفته میشه که آقای اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و سید حسن فاضلی از بازداشت شدگان طرح نیشکر هفت تپه هنوز آزاد نشدند، در زندان به سر میبرند. این در حالی است که اعتراضات و اعتصابات طرح نیشکر هفت تپه و صنایع فولاد اهواز همچنان ادامه دارد. آقای محسن رضایت، ژنرال های حکومتی، آمده و گفته اگر
به سیاست‌های پیشنهادی رهبر عمل می‌شد، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی‌شدند. چاپلوسی و تملق امری بد است و ملامت آمیز، اما در جمهوری اسلامی کسانی مانند آقای محسن رضایی از ژنرال‌های حکومتی حتی چاپلوسی و تملق رو هم به ابتذال کشوندن. گویی در این همه سال، همسال محسن رضایی و بقیه مسئولان حکومتی فرمانبر ولی فقی نبودن. و یکی دیگه از کارگزاران حکومت ایران، عیسی کلانتری، مسئول سازمان محیط زیست، آمده و بازماننده روزنامه نگاران گزارش کرده که خشکی دریاچه ارومیه زندگی 5 میلیون نفر رو در معرض تهدید قرار میدهد. به این سالها سخن مردمان در منطقه و سراسر ایران از جمله این نکته رو در بر داشت و آقای عیسی کلانتری انگار که مسئول رفع مشکل نیستند و از همین مردمان حقوق نمیگیره برای اینکه مشکل رو برطرف کنه گزارش میکنه. مثل سلف خود خانم معصومه ابتکار، تروریست سرشناس، که اونیز چنین گزارش هایی رو منتشر خواهد کرد. دولت عراق گفته که ما پول طلب ایران رو بابت برق صادراتی ایران به عراق به دینار عراقی پرداخت خواهیم کرد، چرا که به گفته مسئولان عراقی بغداد خواستار این نیست به خاطر پرداخت یورو یا دلار مشکلاتی رو متوجه خودش بکنه از طرف آمریکا. و محمد باقر نوبخت، معاون شیخ پرزیدنت، رئیس جمهوری حکومت، آمده و او هم از میلیاردها دلار قاچاق در ایران و پولشویی سخن گفته. همچنان که پیشتر محمد جواد ظریف نیز در همین زمینه سخن گفته بود و اکنون در میون در حکومت ایران، در دستگاه قضایی حکومت ایران، صحبت از اینه که محمد جواد ظریف رو به استیزا بکشونن. در مجلس حکومتی نیست، اینها همه میدونیم به هم مرتبط هستن برخلاف اصولی که باید جدای قوه ها از هم. خب در حکومت ایران چون نیست، حکومتی است مندرآوردی، شبیه هیچ حکومتی در هیچ کجای جهان نیست. و یکی از مسئولان بلندپایی حکومت، رئیس قوه قضایی محمد صادق لاریجانی، گفته که حرفای محمد جواد ظریف خنجری بود از پشت بر حکومت. چه گفته بود محمد جواد ظریف، کارگزار سرشناس حکومت؟ این که بله، بسیاری هستند با پولهای کلانی که دارند و چرخش اقتصادی کشور را اداره می کنند خواهان آن نیستند که FATF تصویب بشه، کمان که در مجلس به نحوی تصویب شد، مجلس حکومتی، اما لایحه اون یا هرچی که بود پس فرستاده شد توسط شورای نگهبان. در این باره ما سخنی خواهیم داشت در بخش پایانی برنامه، حتما با شما در میون خواهیم گذاشت. و ما همراه شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید سری به تهران میزنیم و با یکی از افسران بازنشسته ارتش ایران گفتگو میکنیم. این مقدمه رو من بگم که ارتش ایران در پی انقلاب اسلامی در ایران و به قدرت رسیدن آیت الله خمینی و انقلابیون همراه او پیش از و قبل از هر گروه و تشکل و هر ساختاری که وجود داشت در ایران پیش از انقلاب، ارتش بود که هدف اقدامات انقلابی آیت الله خمینی قرار گرفت. بسیاری از فرماندهان ارتش ایران بر پشت بام مدرسه علوی و یا اندکی بعد در جای جای دیگر تهران اعدام شدند. چه علت و انگیزه و چه دستهایی در کار بود که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب نخستین هدف سینه
فرماندهان ارتش ایران قرار گرفت. چه دستهایی در کار بود که یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه توسط انقلاب اسلامی ایران عملاً در آستانه نابودی کامل قرار گرفت و چه دستهایی در کار بود که نیروهای ارتش ایران رو در خط دوم جبهه در برابر ارتش قدرتمند دیگری در عراق قرار داد و هر دو ارتش این دو کشور در کمتر از 15 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران عملا از هم پاشیدند و هرگز ارتش هایی که پیشتر بودند نشدند، علی رغم دلبستگی مردمان، اعضا، کادرها و کسانی که در ارتش ایران خدمت میکردن، تلاش هایی که در جنگ به کار بردن. محرومیت های ارتش ایران بسیار بوده است. ارتشی که به زحمت و به سختی طی سالها چندین دهه ساخته شده بود. اسیر حکومت فقیه شد. دگرگون شد ارتش ایران. با من و شما هستند تا لحظاتی دیگر. یکی از افسران بازنشسته ارتش ایران، آقای حسین سالاری در تهران. تا لحظاتی دیگر. آقای سالاری در تهران، با سلام به شما. با عرض سلام خدمت آقای چالنگی عزیز. خدمت شما عرض کنم که بله بفرمایید. خواهش خواستم در خصوص تبعیض حقوق و یه چند مسئله دیگه یکی یکی خدمتتون عرض کنم. چند سال پیش خوشحال میشیم بشنویم سخنان شما رو. اولا من گفتم که شما بازنشسته هستید، درسته؟ بله قربان، بله. چند سال هست؟ حدوداً 12-13 سالی میشه بازنشسته. مشکلاتی از شما میشنم، از زبان خودشون. خواهش خدمت رو عرض کنم که چند سال پیش طرح خدمات کشوری رو دولت اومد اجرا کنه که مجلس تصویب کرد و دولت اجرا نمود. عرضم به حضورتون که برای همسانسازی و یکسان کردن حقوق متاسفانه اجرا شد ولی عملا اجرا نشده. نمونه مثال دارم براتون. با همزمان با من شخصی در بانک بازنشست شده. وقتی بازنشست شد یه عدد و رقمی به عنوان معیشت به حقوقش اضافه شد ولی بنده کمتر شد از حقوق شاغلین ولی اضافه نشد. ایشون خدمتتون عرض کنم که در طول سال شروع مدارس که میشه کمک هزینه تحصیل میگیره برای فرزندان، پول لباس برای خودش میده دولت، هفته بانکداری که میشه یه ماه حقوق بهشون میدن، 22 بهمن که میشه 22 روز حقوق میدن، شب عید که میشه حقوق و عیدیری که میدن هیچی، یه حقوق دیگه بهشون میدن که میگن طول سال ازتون کسر میکنن. هر سال به عناوین مختلف مبلغی رو به اینا کمک میکنن. هر دو سه سالی یه وام مسکن اینا میگیرن. چطور؟ تقریبا 35 سال 40 سال پیش هیچون وام مسکن گرفته، خونه خریده، الان چند میلیارد خونهش میارزه. با تورم که ما جلو میریم هر دو سه سال یه دفعه وام مسکن اضافه میشه، به اینا میگن که
بیاید تو حسابتون پول رو ریختیم بردارید، وام مسکن جدید به اینا میدن، یعنی اون ما و تفاوت رو میریزن به حساب اینا که وام مسکن اضافه شده شده. آخرین وام مسکن که برای این ریختن پارسال بود 20 میلیون تومان ریختن تو حسابش. هر دفعه هم میگیره خونه ماشینش مدل بالا میکنه، کارهای دیگه ای داره میکنه، ولی یک بازنشسته ارتش میخواد یه 20 تومن وام از این کانون بازنشستگان کشوری بگیره، باید سالها تو نوبت بمونه آیا بدن آیا ندن، چون قانونا دقیقه به دقیقه عوض میشه. این تبعیض رو که میفرمایید آقای سالاری، این تبعیض در مورد کارمند، حالا تبعیض شاید به هر حال حتما هم هدف شما نیست که به ایشون ندن، به شما یا افسران بازنشسته ارتش. نه نه، باید به همه بدن. بله مسلمه. ولی دیده در مورد پاسداران چه وضعی داره؟ سپاه پاسداران. بله خدمت سرور عرض کنم. بله همون بین نیروهای مسلم عرض کردم تبعیض هست. الان یه سپاهی به خصوص قدیمی هاشون اینا یه دونه حقوق ندارن، از چند سازمان از چند جا چند تا فیش حقوقی دارن، یکی شما دیده بودم از جای دیگه هم حقوق میگرفت، اینا چند نوع حقوق میگرن، غیر از حقوق کمک های متفرقه بهشون میکنن به عناوین مختلف، جنسی میدن، زمینی میدن، به هر حال کمک میشه بهشون که به حساب معیشتشون بگذره، ولی به یه ارتشی هیچ از این حرفا نیست. این تبعیضیه که بین خود نیروهای مسلم هست. خدمت بله. شما عرض کنم شما که بفهمید شما دانشکده افسری رو پی کردید، به عبارت دیگه آیا پیش از انقلاب هم در خدمت ارتش بودید؟ بله بله قربان. بله صدای منو دارید؟ سوال من این هست. بله بله. از چه زمانی وارد خدمت ارتش شدی؟ من سال 55 قربان. یعنی 2 سال قبل از انقلاب. بله. بله ارتش ایران چه وضعیتی داره؟ به نظر میرسه بسیاری برای این نظر هستن که در واقع از نظر نظامی به اصطلاح در درجه دوم قرار گرفته شده و تصفیه های بسیار بسیار دامنه‌داری در ارتش شده و برای حکومت در واقع اولویت سپاه پاسدارانه و نه ارتش کلاسیک ایران. صد درصد همینطوره. به قول یکی از همین پاسدارا میگفت ما نور چشمی هستیم. و شما از نظر بیمه های درمانی، بیمه های برای خود شما، خانواده شما چه وضعیت؟ بله بله خدمت عرض کنم ما 30 سال شاغل بودیم بیمه پرداخت کردیم، بازنشستم که شدیم همینطور کماکان با کسورات داریم. بعد خدمتتون عرض کنم که حداقل توقع ما اینه که وقتی میریم بیمارستان های خود ارتش، نه حالا بگیم خصوصی، بیمارستانهای خود ارتش میریم باید رایگان باشه، با توجه به اینکه هنوز هم داریم کسورات میدیم برای بیمه. بعد من همین چند روز پیش رفتم بیمارستان یه معاینه شدم برای قلبم، 11,000 تومان از من گرفته بیمارستان خود ارتش. یعنی شما توجه بفرمایید اگر بیمارستان خصوصی من بخوام برم دیگه باید چقدر بدم، با توجه به اینکه هر چند وقتی هم یه چیزی به این بیمه ها اضافه میکنم. اما شما تو لیست فیش حقوقی ها نگاه بکنید تقریبا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 مورد فقط کسورات بیمه است به عناوین مختلف، عنوان گذاشتن روش از حقوقت کسر میکنن، خیلی زیاد حقوق میدن به این شکل هم رو کسر میکنن. حالا بیمارستانه خصوصی بخواییم بریم که باید حقوق یک سال بدیم، یک اگه خدا نکرد یه عمل کوچیکی داشته باشی باید بدی بیان. دیروز نمونه شو دیدم، همون بابایی که میگم تفاوت داره در سازمان های دیگه، حدودا بیمارستان خصوصی خوابیده بود 35 میلیون تومان خرج یه عملش شد. گفتم چقدر شما پرداخت کردی؟ گفت به ما گفتن که حدود 4-5 تومنش سهم شما میشه که اونم میری بعدا از بیمتون میگیرید. یعنی 35 میلیون رو
4-5 میلیون از ایشون میگیرن، بعد میره حدود 70% شد بیمه تامین اجتماعی که هست با میشست هست از اونجا میگیره. ولی ما بخوایم بریم اون بیمارستان، اولا که از درش جرأت نمیکنیم تو بریم، بعد عین اون 35 تومن هم بدیم، بعد بریم بیمه بدو حالا که چقدرش رو به ما میخواد بده، که فکر نمیکنم 4-5 تومن هم بیشترش بده. یعنی تفاوت خیلیه، تفاوت خیلی، یعنی واقعا نیروهای مسلح رو ارتش رو عرض میکنم نیروهای مسلح گذاشتن کنار، یعنی بایکوت شده. من میتونم درجه شما رو بپرسم و آیا شدم با درجه با درجه سرگردی من بازنشست شدم در رسمی زمینی نیروی زمینی؟ بله. در جنگ بودید؟ و در جنگ بودید شما؟ در جنگ مدت کوتاهی من ماموریتی میرفتم میومدم. خوبه الان حقوق بازنشستگی که میگیرید شما با توجه به اوضاع بهداشتی که اشاره کردید، جدای از این آیا واقعا کفاف زندگی شما رو میده و خانواده شما رو؟ بله خدمت شما عرض کنم که من الان مستاجرم، دارم غیر از پول پیشی که دادم مای 2 میلیون تومان دارم اجاره میدم، حقوق من زیر 3 تومنه. شما دیگه خودتون قضاوت بکنید تو این مملکتی که الان با گفته خودشون 5-6 تومن زیر خط فقره، شما ببینید ما دیگه چجوری داریم زندگی میکنیم. یعنی در واقع داریم تلاش میکنیم که فقط زنده بمونیم، این نیست زندگی نیست، تلاش برای زنده موندن، فقط نفس بکشیم. اگه خدا نکرد یه مریضی آدم بگیره دیگه بیچاره میشه، یعنی هستی رو باید بفروشی بری خرج مریضی کنی، هیچ کس هم نیست حمایت کنه. شما میتونم بپرسم چند سر عائله داری؟ بله خدمتتون عرض کنم من 2 فرزند دارم با یه نوه. و اینطور که اشاره کردید سال 55 وارد ارتش شدید، دانشکده افسری رو باید تموم کرده باشید نیست؟ یا آموزشگاه افسری. و آیا برنامه‌ای، طرحی، آیا شکایتی شما تا به حال کردید و آیا برنامه‌ای، طرحی برای رسیدگی به مطالبات ارتش هست، مطالبات کسانی مانند شما؟ چون در آغاز انقلاب مردم ایران میدونن، تاریخ ایران گواه هست که من در مقدمه به طور مختصر اشاره کردم که ارتش ایران هدف انقلاب قرار گرفت، حالا با چه خواستایی، چه دستایی، چه موضوعاتی بود به هر حال، یا چه نگرانی بود به ویژه گروه ها، سازمان های چپ، توصیه هایی که می کردن برای از هم پاشیدن و یا از میان برداشتن ارتش ایران بحث دیگریست و مفصل. ولی بعد از 40 سال آیا گوش شنوایی هست برای شکایات ارتشیان ایران؟ خیلی قربان، با این وضعیت شما می بینید شنیدید هیچ گونه درخواست و شکایتی رو توجه نمیشه، اگرم بشه میگیرن تنبیه میکنن، توجهش اینه فقط، کسی رسیدگی برای رفاه حال انجام کسی نمیده کاری رو، فقط میگیرن تنبیه میکنن. چرا من الان باید بترسم که مثلا بیام خدمت شما خودم معرفی کنم، درخواستم از طریق شما بگم؟ برای اینکه اینجا گوش شنوایی نیست، یه سری مسئول بی مسئولیت هستن، یه انگم میچسبونم شما حرفی بزنی به خدمت رو. از کنم تفاوت هایی که بین زمان حکومت محمد رضا شاه هست، الان اون موقع یه حقوقی میدادن، الان در مقابلش فقر، یعنی متضاد هم، این احترامی بود الان بی احترامیه، همش بی احترامی، یعنی آرامش بود الان استرس و نگرانی هست، محبت بود به همه کمک میکردن، الان دشمنی دردسر برای همدیگر زدن تو ادارات، چون
یه ذره پرسجو بکن میبینی همش این برای اون میزنه این برای اون میزنه، یعنی اینجوری بار آوردم واقعا همه چی رو گرفتم. فرق در همه چی هست. الان پسر من تو بیمارستان کار میکرده، هر ماه من میبینم میگه که 4-5 نفر بیرون کردم، ایشون بیرون کردم با یه بچه الان باید ویلون باشه اومده پیش من داره زندگی رو میگذرم. اینی که واقعا سخت کردم روزگارو، واقعا سخت کردم. وقتی هم تو شعارها و حرفاشو میبینیم انگار میبرم به عرش میخوام برسونن آدم رو، ولی در عمل میبینیم که زیر خط فقر رو از همه لحاظی، از نظر احترام زیر فقر، از نظر حقوق زیر فقر، از نظر آرامش زیر فقر، یعنی همه هر چیزی که شما یک انسان میخواد برای زندگی اینا آوردن زیر فقر. در خدمتون هستم. بله و فرماندهان ارتش اونا که خدمت شما عرض کنم که متاسفانه فرماندهان ممکنه توشون باشه که بخواد کاری بکنه ولی جرأتش نمیکنه، برای اینکه میترسه پستش از دست بده. یعنی همه تلاش اینا برای نگهداری اون پستیه که بهش دادن، بیشتر رو اون تمرکز میکنه تا اینکه بخواد رفاه حال زیر دستان رو انجام بده. یعنی من نمونهش رو سراغ داشتم که یکی دوتا اومدن یه کاری بکنن سریع برشون داشتن. اون بند خود نفرات بعدی هم میترسن، میگه پست داشته باشم و حداقل 4 شبایی خودم رو ببندم، خودم رو بسازم از این داره وضعیت. و کسانی که از ارتشیان در جنگ دچار آسیب شدن اونها هم آیا باز مورد تبعیض هستن؟ خب 100% میگم نسبت به سپاه تفاوت خیلیه. یعنی به عنوان اینکه وظیفه بوده ولی اونا داوطلب بودن، به خاطر همین قضیه تبعیض خیلی زیاده. تبعیض خیلی زیاده، یعنی اگر حقی هم چیزی هم که میدن میخوان برن بگیرن عین گدایی به اینا میدن، باید برن اینقدر گردن کج کنن التماس کنن تا حقشون رو بدن دستشون. بله و در خود سپاه هم ما دیدیم، یعنی با میهمانی ما داشتیم گفتگو میکردیم از اصفهان، به خاطر گردن نگذاشتن به اصطلاح خواستای تبلیغاتی و حکومت باز ایشون هم مورد تبعیض و ظلم قرار گرفته. بله همینطوره. شما بله شما به هر حال به این شکل اشاره میکنید، یعنی در واقع گوش شنوایی حتی کسانی که به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس فرستاده میشن یا مردم شهرهای دیگه، اونها اقدامی دست نمیزنن ظاهرا در این مورد. نوعی دادخواهی برای خدمت شما سخنی اگر بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کردم تمام مسئولینی که پست میگیرن فقط برای بقای خودشون که تو اون پست بمونن، بتونن یه 4 سبایی که هستن یه مال اموالی اندوخته کنن که گرفتار ما مثل گرفتاری ما پیدا نکنن، فقط به این فکرن. شعار بله هست ولی تو عمل فقط به فکر اندوخته خودشون. سخنی اگر هست میشنویم من و بینندگان تفسیر خبر آقای سالاری گرد. بله خواهش میکنم. خدمت رو از کنم شما نمونه یه دونه دیگه مثال براتون بزنم. فرمودید مجلس نمایندگان و اینا، شما الان تو قوه قضاییه یه آشنایی ما داریم تو یکی از شهرستان ها یه پولی ازش خورده شده، مدارک هم داره، کارشناس خود قوه قضاییه هم رفته تایید کرده مبلغ و مشخص کرده واسه قاضی، ولی چون اون طرف آشنا داشته بومی اون شهر بوده مالوندن پرونده رو به دلیل اینکه مثلا شما دیر تشریف آوردید برای رسیدگی، پرونده رو به نفع اون رأی دادن.
فرمودی. بله بله همه جا همین طبیعه هست، در تمام ادارات ما همین وضعیت رو داریم. و بعد پرسش من این هست که شما با این وضعیت مالی به عنوان افسر ارتش ایران که زمانی یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه بود، چند ارتش قدرتمند و یکی از قدرتمندترین ارتش‌های آسیا به شمار می‌آید و در تلاش برای رفاه افسران و درجه‌داران و سربازان ارتش تلاش‌های ادامه دار در پیش از انقلاب جریان داشت. حالا شما به عنوان یک افسر ارتش ایران با این وضعیتی که هست، خب اگر بیمار بشید، امیدوارم هرگز نشید، یا اعضای خانواده چه میکنید واقعا؟ عرض کردم در رابطه با همین خصوصیات بیمارستان، عرض کردم اگر تو بیمارستان خود ارتش باشه که ما بتونیم خودمون رو بستری کنیم، ممکنه بتونیم از پسش خرجش بر بیان. ولی اگه قرار بشه که مجبور شیم به جای بیرون بیمارستان خصوصی مراجعه کنیم که هیچی، یعنی اصلا میگم نمیتونیم وارد شیم، درمان بمانم، خیلی وضعیت خرابه. من این سوال رو از این بابت تکرار کردم که به طور ختم گفتگوی ماست، برای اینکه بخش دیگری رو به راحتی من میدونم و بینندگان ما میدونن، چنانچه از مسئولان حکومتی هم از روحانی و غیر روحانی مانند شاهرودی و بقیه، اعضای خانواده طبسی، خانم ابتکار و بقیه بیمار بشن، راهی بهترین بیمارستان های اروپا و آمریکا خواهند شد. اما ارتشیان ایران مانند آقای سالاری درهای مختلف رو باید بزنن اگر دری گشوده بشه در بیمارستان ارتش ایران. سپاسگزار هستیم آقای سالاری، اما امید به روزی که نه تنها ارتش بلکه همه مردمان ایران زندگی شایسته‌ای داشته باشه. با سپاسی دوباره از شما. می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. و ما با این خبر آغاز میکنم که بانک سوسیته ژنرال فرانسه جریمه شده از طرف فدرال رزرو آمریکا که در واقع حکم بانک مرکزی رو در آمریکا داره، به مبلغ 1,340,000,000 دلار. دور زده. بخش بزرگی از این جریمه مربوط میشه به دور زدن تحریم های آمریکا علیه کوبا سالهای پیش و سالهای اخیر، و بخش کوچکتر اون به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران و اقداماتی از قبیل گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی. مسئولان بانک سوسیته ژنرال فرانسه اعلام کردند که این مبلغ رو پرداخت خواهند کرد، اما تأثیر چندانی در درآمدهای این بانک یا بیلان آخر سال این بانک تأثیر چندانی نخواهد داشت. بله، بانک ها چنین هستند، مبالغی مانند 1,340,000,000 دلار چندان اثری نخواهد داشت. وقتی در کشورهای مانند ایران بانک ها به هر حال جریان های اقتصادی کشورها و جهانی رو در دست دارن و اقداماتی انجام میدن، یعنی درآمدهای به اصطلاح نامشروعی جز در مواردی مانند این نیست. اما وقتی در کشورهای مانند ایران 3,000,000,000 دلار و 1,000,000,000 دلار و اینها دیگه رقمی به حساب نمیاد و حیف و میل میشه و جامعه هم بی تفاوت هست دیگه،
بانک سوسیتی جنرال که نمیشه توقع داشت 1 میلیارد دلار اثری داشته باشه، کسی مانند خاوری، بابک زنجانی و بسیاری دیگه در اطراف شما عزیزان و در اطراف افسران ارتش ایران که نیازمند دارو و درمان هستند و نیازهای بسیار دیگر، چون این افرادی هستند و وجود دارند و هر از چندگاهی هم همه مسائل و مشکلات اقتصادی تمرکز میشه و متمرکز میشه در یک نفر یا دو نفر و اعدام اون یک نفر که اخیراً هم چنین شد. به زودی در آخر اواخر همین ماه در آستانه در قزاقستان باز هم 28 و 29 نوامبر نشستی از نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران برقرار میشه درباره وضعیت سوریه، به ویژه در مورد ادلب. کسانی که نقش دارن، حکومت هایی که در اونجا نقش دارن، که میدونیم حکومت ایران، فرستادگان حکومت ایران زیر سایه بلندپایگان نظامی روسیه هست که عمل میکنن به شین و پاشوی نیروهای حکومت ایران به فرمان نظامی فرماندهان روس خواهد بود و با تشرهای هر از چندگاه اسرائیل، تشرهای بیپاسخی که برخلاف ادعای حکومت ایران همواره ادامه داشته در ماه‌های گذشته بفیش. آقای ولادیمیر پوتین رهبر روسیه به ترکیه رفته، در استانبول با رجب طیب اردوغان نشست داشتن به مناسبت افتتاح به اصطلاح پروژه مشترک جدید در مورد صدور گاز روسیه از طریق ترکیه به اروپا. آقای پوتین در اونجا تأکید کرده که ترکیه میتونه مخزن بزرگی باشه یا مخازن بزرگی رو ایجاد میکنن برای ذخیره گاز روسیه و صدور اون به اروپا. طرح بسیار بزرگی با هزینه های بسیار که از 2016 عملا آغاز شد. این نقش صادرات گاز روسیه به اروپا و صادرات نفت آذربایجان از طریق ترکیه به اروپا به هر حال در پیشبرد یا توسعه اقتصادی ترکیه نقش بسیاری داشته. ایران میتونست در صورت برخورداری از حکومتی همراه و همسو با جهان معاصر، به گفته بسیاری از ناظران گذرگاه نفت بسیاری از کشورها در شمال ایران باشه، آسیای میانه، از طریق بنادر ایران به بازارهای جهان. اما با وجود چنین وضعیتی در ایران طبعاً چنین امیدی رو نمیشه، کما اینکه تمامی تلاش ها در افغانستان برای روی کار آوردن یک حکومت منسجم و همراه با قرن بیستم پس از فروپاشی شوروی و بهره‌مندی از منابع طبیعی آسیای میانه و گذر به اصطلاح تولیدات این منابع از طریق افغانستان به دریاهای آزاد و بازارهای جهانی هم به نتیجه نرسید. چون این تلاشی بعدها جهت دیگری پیدا کرد در حمایت از دولت محمد خاتمی با امید به یک پارچه کردن قدرت سیاسی در ایران، و این شد که محمد خاتمی نیز در عرصه بین المللی مورد حمایت روزافزون صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی جهانی قرار گرفت که اون هم به نتیجه نرسید و همه این امیدها سرانجام متوجه ترکیه شد که ترکیه در کانون توجه اقتصادی بین المللی قرار گرفت. یکی از دستاوردهای این توجه سخنان روز گذشته و روزهای اخیر ولادیمیر پوتین و پیمانهای اقتصادی رو به گسترش میان مسکو و
آنکارا است. میدونید که یه سالهای اخیر بارها روابط اونها متشنج شده، اما باز هم از طریق مذاکرات به سرانجام است. و این مژده رو برای بیماران سرطانی دارن و کسانی که احتمالاً عزیزانی دارن مبتلا به این بیماری. خبر این هست که مرکز پژوهش‌های و تحقیقات طبی پزشکی و علمی انگلستان MRC هست که آمده و نتیجه تحقیقات تازه خودش رو به نحوی منتشر کرده. خلاصه ای از این تحقیقات رو که بسیار این تحقیقات بسیار پیچیده هست، بعضی وقتا توضیح علمیش یعنی پیچیده هست، به این شکل هست: هر موضوعی رو یا هر فکر و ایده‌ای رو که در اثر تحقیقات قبلی پیش میاد، در صورت داشتن بودجه لازم میان و آزمایش‌های مختلف انجام میدن. در زمان‌های پیشتر بیشتر روی موش و حیوانات دیگه انجام میدادن، الان مدت‌های مدیدی است که در کنار موش و حیوانات دیگه روی انسان‌های داوطلب هم این تحقیقات انجام میده. انسان‌های خیرخواهی که داوطلب میشن برای چون این تحقیقات. و بعد از اینکه به یک تعداد معین این تحقیقات نتیجه مثبت داد، تصویب میشه به عنوان یک شیوه جدید معالجاتی. مراکز تحقیقاتی بسیاری هست در جهان، در آمریکا جانز هاپکینز هست و جاهای دیگه هست. به هر حال جورجتان، دانشگاه جورجتان، این دو مرکز عمده در مریلند و واشنگتن دی سی و جای دیگه جهان. یکی از مراکز بسیار مهمی که هست در انگلستان هست، همین MRC هست، مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات علمی. البته مشابه تقریبا NIH آمریکا هست که در همین جا هست، که با کمال سرافرازی من باید بگم که چند ایرانی نازنین هم در از نسل‌های مختلف در اونجا کار میکنن، از جمله دکتر کرمزاده هست، فرزند ریاضیدان بزرگ ایران هست، امید کرمزاده، که فرزندشون آقای دکتر نادر کرمزاده هم در این مرکز کار، و همینطور آقای دکتر گنجبخش و چند ایرانی. به هر حال ایرانی تبار دیگه همچون ملت‌های دیگری که هستن، بعضی وقتا محققینی از کشورهای اروپایی رو هم دعوت می‌کنن در این مراکز کار. به هر حال این تحقیق در مورد سرطان می‌دونم منتظر بودید، این هستش که از طریق یک نوع پروتئین تولید شده که باز هم توسط یک نوع ویروس که با اسم بسیار طولانی هم داره و ضرورتی نداره گفتنش به اون شکل تولید میشه، و این یک دو خاصیت داره، دو اقدام انجام میده وارد بدن که میکنه. یکی این که سلولهای سرطانی رو هدف قرار میده، مگر بعضی از اونها که در جاهای به اصطلاح بسیار پیچیده و غیر قابل دسترسی مخفی شده باشن و تشخیص داده نشن، دیده نشن، خفته هستن و بعدها ممکنه بیدار بشن و فعال بشن، اما در جاهایی مثل پوست، مثل مغز استخوان و جای دیگه به راحتی حتی در این جاها مثل مغز استخوان هم هدف قرار میدن بدون اینکه به اطراف، به سلولهای سالم لطمه‌ای بزنن. و دوم اینکه مقاومت بدن رو در برابر سلولهای سرطانی به مراتب از شیوه هایی که قبلا با بالا بردن مقاومت بدن در برابر سرطان بود، این اثر بیشتری داره و گام بسیار بسیار مهمی توصیف شده برای معالجه و درمان سرطان و کنترل بسیار دقیق این بیماری مرزا. دست مریضاد و سپاسی باید همه کسانی که ستایشگر زندگی هستند برای محققین و پزشکان و دست اندرکاران چنین تحقیقاتی قائل شد.
دانشمندانی که البته علما نیستند، اهل تلاش‌های شبانه روزی هستند بدون هیچ چشم داشتی دنیوی. امیدواریم روزی به زودی گام‌های موثرتر و بیشتری نیز در این زمینه، نتیجه بخشتری نیز در این زمینه رو برای شما عزیزان گزارش کنیم، در کنار خبرهایی که همواره منفی بوده در طی این ساعتها. امیدواریم خبرهای مثبتی از این دست هر روزه برای شما عزیزان داشته باشیم. همراه شما عزیزان خواهیم تا لحظاتی دیگر و سخنی درباره آنچه که محمد جواد ظریف گفت و آنچه که نگفت تا لحظاتی دیگر. در آغاز برنامه من اشاره کردم به آنچه که محمد جواد ظریف اخیراً گفته و باز هم این رو بازگو میکنم، بارها و بارها است و امیدوارم از این تکرار شما نرنجید، که این مسئولان جمهوری اسلامی چونان روزنامه نگاران عمل میکنن گزارشگر هستن. آقای محمد جواد ظریف آمده و گفته که در ایران کسانی هستن مخالف پولشویی که خود اونها گردش اقتصاد کشور بسیاری در دست اونها هست و حاکمان چنین گردشی که میلیارد زیر دست اونها هست و مسلما اینها مخالف پولشویی هستند. در واقع مسئولان حکومت ایران با کار گزارشگری خودشون چه کسانی رو مخاطب قرار میدن؟ ظاهرا مردم ایران هر از شنگاهی از درون دایره وسطی حکومت که خودی ها هستن گزارش هایی به بیرون فرستاده میشه که غیر خودی ها هستن، از کارگران طرح نیشکر هفتپه تا صنایع فولاد تا هاشم خواستار و میلیون ها میلیون دیگر ایران. آقای بیژن زنگنه دیگر وزیر شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس هم پس از بازگشت به کرسی وزارت این شیخ الوزرا باز هم صحبت از همین کرده بود که بله چنین شد و چنان شد و 3 میلیارد اینجا گرفتن و اونجا گرفتن و پس ندادن و کاری نکردن، اسم اینو چه بذاریم؟ پرسید از من و شما و بسیار دیگه و بسیار دیگه. فریاد فقان اونها از نابسامانی اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد به هوا برخاست. حتی یکی دو تا از معاونان این بابا محمود احمدی نژاد رو هم به زندان فرستاد. در این 8 سال احمدی نژاد چه میکرد و آیا فساد مالی به همین 8 ساله منجر میشد یا ریشه اون در همین 8 ساله بود یا این 8 ساله باعث فساد پیگیری که در جمهوری اسلامی از روز نخست با مصادره اموال مردم آغاز شد نبود؟ به هر حال محمد جواد ظریف آمده و چنین سخنی رو گفت. آقای نوبخت هم معاون رئیس جمهوری حکومت هم همصدای با او در توییتر و واکنش اونور حیات صادق لاریجانی این که خنجر از پشت به حکومت زده شد. چه باکیست از حساب رسی و در مورد آقای ظریف بیت و مصرعی هست که گفته میشه بر منبر بارها گفتن ببری مال مسلمان و چون مالت ببرن داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. بگذاریم از این که کسانی که در ایران بر مسند قدرت هستند
بالاترین ادعای اونها اینه که مسلمانان ناب و خالص هستند و این مال مردمان هم از مسلمان، شیعه و سنی، سرتشتی یهودی، مسیحی، بهایی، لا مذهب رو برده و میبرد. میلیاردها دلار منتقل شده به اروپا، کانادا و آمریکا و جای آسیا و آمریکای لاتین مال همینان است. کارگران هفت‌تپه، صنایع فولاد، حسین سالاری، افسر بازنشسته ارتش، سعید تیموری، پاسدار انقلاب، پاسدار پیشین انقلاب و بقیه و خانواده های آنها و خانواده های معلمان و کارگران و مال همه اونها، نسل های آینده. بخشی از این مال توسط محمد جواد ظریف و شرکای او از طریق بنیاد علوی، بنیاد پهلوی سابق در آمریکا سرمایه گذاری. همان گونه که صادق لاریجانی درباره حساب‌های خود سکوت کرد، حساب‌هایی که بر اونها چنگ انداخته، محمد جواد ظریف هم درباره چنین سرمایه گذاری‌هایی سکوت کرد. چنین است که هر از چند گاهی در جدال با هم در دایره قدرت فقط خبری تا حدودی رو به بیرون درس میدن به خاطر گامی جلوتر رفتن در برابر آن سوی حیات. سپاس از شما که با ما همراه بودید تا این لحظه. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، ایران هرگز نخواهد.